درس دوازدهم پادزرهایی برای فرضیات مسموم معاملهگری انتظارات ما از زندگی تجربیات احساسی ما را شکل می دهند اگر منتظر پیشامدهای خوب باشیم حس پویایی و خوشبینی به ما دست می دهد اگر انتظار نتایجی منفی را داشته باشیم دچار نگرانی می شویم اگر موفقیت به نظر دور از دسترس برسد دل و افسرده خواهیم شد و اگر به دنبال کمال باشیم در رویارویی با واقعیت پیوسته دچار ناامیدی میشویم احساسات ما انتظارات مثبت یا منفی ما را بدون کمترین خطایی نشان میدهند تحقیقات روانشناسی نشان دادند اگر انتظارات ما سوگیری خاصی داشته باشند به احتمال زیاد تجربه احساسی مشابهی با انتظارات خود خواهیم داشت ارتباط بین احساسات و انتظارات به خصوص برای فرد معاملگری که در حال پیشرفته است اهمیت دارد. یکی از اولویتهای شما به عنوان مربی معاملگری خود باید ایجاد تجربه های مثبت باشد تا بتوانید انگیزه و تلاش برای آموختن را در خود حفظ کنید. دانش آموزان دلسرد، شکست خورده و بیمناک بهرهوری بالایی ندارند برای افزایش قدرت یادگیری خود تا بالاترین سطح ممکن باید تمرکزتان را حفظ کنید و برای این منظور باید مجذوب بازار شوید معاملهگری که درگیر احساس پریشانی است هرگز نمیتواند مجذوب بازار شود آین رند مردم را تشویق میکرد که در زمان رویارویی با نتایج متناقض به باورهای خود رجوع کنند بر اساس نگرش وی من نیز از شما می خواهم که انتظارات خود را بررسی کنید به خصوص اگر در روند آموزش و پیشرفت شما احساس پریشانی پیوسته اختلال ایجاد می کند. مواردی که در ادامه آورده شدن جزو به ترین انتظارات برای یک معاملگر محسوب می شوند. یک یک روز خوب یک روز سوده هست. داشتن چنین انتظاری باعث می شود که با هر تجربه ای از سود و ضرر در معاملات احساسات ما نیز دگرگون شوند. همه ما انتظار داریم که روز خوبی را در بازار تجربه کنیم. اما اگر روز خوب را برای خود یک روز سوده معنا کرده باشیم تنها احتمال ناامیدی خود را افزایش داده ایم. چرا که گاهی به دلیل عدم قطعیتی که جزو ماهیت بازار است، روز معاملاتی با ضرر به پایان میرسد روز خوب باید روزی باشد که ما شیوه معاملاتی صحیح را دنبال کرده باشیم بر طبق این تعریف جدید برخی از بهترین روزها می توانند سودده یا حتی ضررده باشند گاهی حتی با اجرای ضعیف معاملات یا معاملاتی با نسبت سود به ضرر نادرست سود می کنیم اما این سوددهی با خوب بودن یعنی اجرای شیوه معاملاتی صحیح همخانی ندارد در نهایت شروع روز معاملاتی با انتظار به دست آوردن یک سود از پیش تعیین شده می تواند موجبات ناامیدی ما را فراهم کند اهدافی را که نمی توانی بر نتایج آنها کنترل کامل داشته باشید برای خود در نظر نگیرید دو سخت در کار کردن در حرفه معاملگری به معنای انجام معاملات بیشتر است این فرض بر این عقیده استوار است که اگر بیشتر معامله کنید بیشتر می آموزید و مهارت لازم برای معامله را سریعتر به دست می آورید این نوع تفکر منجر به معاملهگری بیش از حد می شود و حتی در طول زمان احتمال ضرر کردن نیز وجود دارد چرا که هر معامله با ضرر آغاز می شود بدین معنی که اگر مثلا قیمت ورود شما به معامله فروش در قیمت لحظه بازار باشد به اندازه تفاوت بین نرخ فروش به معامله گر و قیمت لحظه بازار ضرر می کنید پرداخت هزینه های انجام معامله به معامله راحتی یک گر روزانه را تا هزاران دلار متحمل ضرر می کند. باز کردن معامله بخش کوچکی از روندی است که معاملهگران برای پیشرفت در حرفه خود انجام می دهند. بیشترین بخش رشد زمانی اتفاق می که در لحظه واقعی بازار و در محیط شبیه سازی شده معاملهگری را تمرین کنیم و درباره ایده های معاملاتی و الگوهای بازار تحقیق کنیم قبل از آنکه سرمایه اصلی خود را در معرض ریسک قرار دهیم. اینکه انتظار داشته باشیم از طریق انجام معاملات معاملگری را بیاموزیم به سمت معاملگری بیش از حد سوق داده میشویم که نتیجه ای جز نابود شدن سرمایه و از دست رفتن انگیزه ی یادگیری در ما نخواهد داشت. 3. موفقیت یعنی تأمین هزینه زندگی از راه معاملگری این انتظار نیز به طور قطع باعث دلسردی و ناامیدی می شود. هیچ معاملگر حرفه‌ای در سالهای ابتدایی معاملگریش زمانی که هنوز در حال آموزش و کسب مهارت بوده از این راه هزینه زندگی خود تأمین نمی کرده است. یک گلف باز یا یک بازیکن تنیس سالها پیش از ورود به دنیای حرفه‌ای در تیم کالج و به عنوان یک بازیکن غیرحرفه‌ای بازی می کند. ستاره های دنیای بازیگری قبل از اینکه بر صحنه تئاتر نقش آفرینی کنند عموما چندین سال را به یادگیری درس های بازیگری و کار در تاج های محلی می گذرانند. قبل از اینکه جراحان از راه جراحی درآمد داشته باشند چهار سال به عنوان دانشجوی پزشکی و چهار سال دیگر را به عنوان رزیدنت جراح و سالهای بیشتری را به آموزش های تخصصی تر می گذرانند. اینکه توقع داشته باشید در همان سالهای ابتدایی ورود به بازار به درآمد ثابتی دست یابید که بتواند هزینه زندگی شما را تأمین کند انتظاری کاملا غیرواقعی است در مقابل انتظار واقع بینانه می نگه داشتن ضررها در حد معقول پوشش هزینه ها با رعایت نظم و پیشرفت در روند معاملهگری باشد تنها راه برای حرفه ای شدن این است که برای به دست آوردن صلاحیت لازم وقت بگذارید اگر انتظار دارید سریعتر از دیگران به کمک معاملهگری به درآمد کافی برای گذران زندگی برسید تنها خود را در معرض دلسردی و شکست قرار داده بهترین پادزهر برای این فضیات مسموم یادداشت انتظارات خود در بخشی از ژورنال معاملاتیتان است مثل انتظاراتی که برای روز معاملاتی پیش رو برای پیشرفت در طول زمان و برای معاملگری خوب در نظر دارید هدف من برای عملکرد معاملاتی خودم نسبتا ساده است می خواهم سودی که به دست می آورم بعد از کسر هزینه های معامله بیشتر از سود سرمایه گذاری های بدون ریسک من باشد به عبارت دیگر من به دنبال سودهایی با ریسک تعدیل شده مثبت هستم این کار هدف های روندی و عملکردی من را با هم ادغام می کند و اگر بتوانم ماهانه یک درصد سود را با ریسکی کمتر از یک درصد به دست آورم بسیار خوشحال و راضی خواهم بود. با تمرکز به سودهایی با ریسک تعدیل شده نه تنها سودآور خواهیم بود بلکه می توانیم اهداف عملکردی و روندی را رو نیز با هم ادغام کنیم. بسته به سطح معاملگری و مقدار ریسک پذیری شما به عنوان معاملگر شاید این هدف برای شما واقع بینانه نباشد مقدار سود برای من اهمیت ندارد مسئله مهم این است که بتوانم هدفهای واقع بینانه و قابل دستیابی را برای معاملاتم در نظر بگیرم اگر انتظاراتم برآورده شود احساس غرور و کمال می کنم در غیر این صورت به سرعت می توانم مسئله را تشخیص داده و از ریسکی که در معرض آن قرار گرفتم عقب بکشم و اصلاحات لازم را انجام دهم فرمولی که برای پیشبرد معاملهگری مثبت وجود دارد این است همیشه انتظار موفقیت را داشته باشید و همیشه موفقیت را برای خود تعریف کنید بدین ترتیب هر چند رسیدن به موفقیت با چالش همراه است اما دست یافتنی خواهد بود در نهایت با یادداشت انتظارات روزانه هفتگی ماهانه و سالانه که انتظاراتی قابل اجرا هستند اهرام قدرتمندی در مقابل تجربیات احساسی به عنوان یک معاملهگر در دست خواهید داشت نکته راهنمای مربیگری یک یادداشت خوب در ژورنال معاملاتی روزانه می تواند این باشد انجام چه کاری می تواند امروز را به یک روز معاملاتی موفق تبدیل کند حتی اگر نتوانم سودی به دست آورم این سوال س... ساده ما را به سمت هدف هدایت می کند کارهایی که به بهترین نحو می توانیم کنترلشان کنیم